وقت شما بینندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. به همراه یکی از همکارانم در سیلوانا نیوز و من هانا خبر، امروز به درخواست اهالی محترم روستای نوشان و عضو شورای بخش سیلوانا، ما امروز به درخواست این عزیزان اومدیم این روستا و میخواهیم مشکل این روستا که چند روزی شروع شده رو به تصویر بکشیم. اهالی این روستا از نحوه بازگشایی بستر رودخانه شهر ارومیه گلایه مندند و صحبتشون اینه که بعضی نقاط سلیقه‌ای این بازگشایی روش کار کردن، بعضی نقاط 5 متر، بعضی نقاط کمتر بیشتر و بعضی نقاط اصلا بازگشایی نکردن. ما اینجا قطع درختان زیادی رو مشاهده می‌کنیم، درختانی که سنشون بالای 50 سال هست و پایین‌تر با خط‌های قرمز رو درختان گردو رو درختان سیب که به نظر خودم سنشون بالای 50 سال 60 سال هست خط کشیدن و مالا اداره آبیاری اومده میگه حریم رودخانه است. حریم رودخانه هم به ما گفتن 17 متر 15 متر، الان نزدیک 100 80 متر میزنن، کل درخت را در آوردن. ما درخت را زحمت کشیدیم، درخت را تازه رسوندیم، به عموی معاش میکنیم بهشون. زندگانی ما این درخت ها است، ما هیچ چیزی نداریم دیگه به خدا. فقط ما از قانون جلو تر هم نمیگیریم، میگیم بلا بذار بزنه ولی یه کمی مساعده کنه، یه کمی کم بزنه دیگه، اینقدر نزنه درخت ها را، کلا درخت های 40 ساله را میزنه برده زل میخوبونی زمین. چه تعداد هست این درخت ها؟ والله این درخت ها دور و بر 3-4 هزار تا درخت است. والله همینطور که خودتون میبینید اومدن حریم رو بزنن، ما هم که مانع حریم رودخانه نیستیم ولی سلیقه‌ای کار میکنن. بعضی جاها زیاد بگید 50 متر میان داخل، بعضی جا نمیان سلیقه‌ای کار میکنن. میگه نمیدیم، ما درخت های خود من 45 سال عمر دارن، الان با بودیزل میزنیم میخوابانی زمین. الان شما چرفی داری برای استاندار، برای مدیر؟ والا ما میگه ما خواهی استاندار به داد ما برسه، ما که مانع تر هم نیستیم. میگه فقط خواهش ما از استاندار کمی خود مساعده کنه، بیان نگاه کنه یک کمی درخت های 45 ساله ما را دیگه اینجوری نخوابونی زمین. در آمد ما هم از این درخت های چیزی دیگه نداریم. بنده به عنوان شورای بخش سیلوانا امروز با درخواست اهالی محترم روستای نوشان اینجا حضور پیدا کردیم. با توجه به جلسات قبلی که در روزهای گذشته ما با اداره آب منطقه‌ای داشتیم، قرار بر این شد که با توجه به دریافت مجوز از مجراهای قانونی اینجا بستر و آزادسازی رودخانه انجام بشه. اون تا ما اینجا امروز حضور پیدا کردیم، متاسفانه اهالی اینجا که چندین سال اینجا درآمدشون باغ و باغاتی هستش که بیشتر از 50 سال قبل اینجا کاش شدن و از این راه امرار معاش میکنن، استدعا داریم. با توجه به این که اهالی خود روستا هم ما نیز قانونگریز نخواهیم بود و در مقابل قانون نخواهیم ایستاد و تابع قانون هستیم، فقط از اداره مربوطه درخواست داریم، استدعا داریم در این وضعیت معیشتی بیشتر حال مردم رو درک کنن و بلکه شاید با آزادسازی در متراژ کمتری ضرر و زیان کمتری به این مردم وارد بشه. سلام.